69مین جشنواره فیلم کن پایان شیرین برای سینمای ایران داشت. فروشنده اصغر فرهادی دو جایزه ارزشمند این جشنواره را از آن سینمای ایران کرد. شهاب حسینی برای بازی در این فیلم نخل طلای کن را گرفت و اصغر فرهادی جایزه بهترین سناریو را. چی شده؟ فروشنده داستان دراماتیک زوج جوانی است که مجبور به ترک خانه خود و نقل مکان به خانه جدید می شوند. آپارتمانی که پیش از آنها خانه زنی روسپی بوده، روابط مستجر قبلی باعث اتفاقی می شود که زندگی آنها را دگرگون می کند. بردتش. من یه رو باید پیداش کنم. محمد حقیقت منتقد سینما به رادیو فردا می گوید بازی شهاب حسینی بسیار خوب بود و برهاش به نظرم شایسته این جایزه بود، با توجه به اینکه تعداد دیگری از بازیکنان توی فیلم‌های دیگه هم اونها هم خیلی خوب بودن و شایستگی این جایزه رو داشتن. محمد عبدی منتقد سینما نیز در این باره به رادیو فردا چنین میگوید: طبیعتاً خوشحالم که آقای فرهادی جایزه بهترین فیلمنامه رو برد. من فکر میکردم که یا نقل رو ببره یا فیلمنامه رو یا کارگردانی رو، و خب به هر حال فیلمنامه رو برد. خیلی خوشحال کننده بود و علاوه بر اون شهاب حسینی که خود آقای فرهادی هم روی صحنه گفت که عجیب بود براش که برای بار دوم اومد روی صحنه، یعنی دو تا جایزه برای یک فیلم جالب بود و به هر حال روز بزرگی برای سینما ایران. فیلم من دانیل بلیک موفق به گرفتن جایزه نخل طلای 69مین جشنواره فیلم کن شد. داستان من دانیل بلیک داستان نجاری است که حین کار زخمی می شود و مادری جوان و مجرد که با بیرحمی سیستم بیمه بیکاری در دولت محافظه‌کار بریتانیا کلنجار می رود. نخل طلای بهترین کارگردانی کن به طور مشترک به اولیویر آسایاس و کریستیان مونجیو تعلق گرفت و همچنین جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن نیز به اگزاویه دولان برای فیلم این فقط پایین دنیا است رسید. همچون هر سال فیلم‌های دیگری هم بودند که منتقدین سینما آنها را شایسته دریافت جایزه کن می‌دانستند. محمد حقیقت در این باره می‌گوید: در مورد خود جایزه ها متاسفانه فیلم‌های خیلی خوبی بودند که اینها مستحق جایزه بردن بودند و توی این لیست ما ندیدیم، من جمله فیلم آلمانیه تونی اردمن که بسیار بسیار فیلم خوبی بود و مورد توجه همه مثلا منتقدین بین المللی و غیره هم قرار گرفت. محمد عبدی هم عقیده دارد فیلم کن لوچ بهترین فیلم جشنواره نبود. راستش سال دومیه که من ناامید شدم از نخل طلای جشنواره کن. سال گذشته دادم به ژاکو دیار که اصلا فیلم خوبی نبود، امسال هم دادم به کن لوچ که به گمان من اصلا فیلم خوبی نبود و فکر نمی‌کنم کسای دیگه هم انتظار حتی همچین جایزه‌ای رو برای کن لوچ داشتن. یک فیلمیه که خب صحنه‌های زیبا داره اما بسیار طولانیه، بسیار شعاریه و بسیار سیاسیه، با پیام سیاسی بیشتر از پیام انسانیش، و فکر می‌کنم عملاً خواستن فقط به کن لوچ جایزه داده باشن تا اینکه ستایشی از خود این فیلم داشته باشن. همچنین جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن نیز به ژاکلین ژوزه برای فیلم ماروسو تعلق گرفت و نخل طلای بهترین فیلم کوتاه به خوان خوخی منز اسپانیایی برای فیلم تایم کد اهدا شد. از محمد حقیقت در مورد سطح فیلم هایی که امسال در بخش مسابقه حاضر بودن پرسیدم. امسال ما فیلم فوق العاده ای ندیدیم که بپریم بالا بگیم این واقعا شاهکار بود و حتما همه متفق القول بشن که این فیلم دیگه واقعا حق نخل طلا داره. مجموعا یک فستیوال از نظر کیفیت به نظر من امسال متوسط بود، در حالی که در بخش نوعی نگاه فیلم های بسیار خوبی داشتیم که اینها بعضی ها شانس و میتونستن برن در بخش مسابقه، ولی خب این شکلی است. همچنین حمید احمدی فیلمساز ایرانی برای ساخت در تپه‌ها جایزه دوم بخش سینه فونداسیون این جشنواره را به خود اختصاص داد. فیلم جنجال برانگیزی شاید بود از کارگردان ایرانی که در انگلیس ساخته به اسم در تپه‌ها و فیلم بسیار باز و میشه گفت جسورانه‌ای بود راجع به روابط جنسی و یک کارگر ساده خارجی در شهری در بریتانیا. نخل طلای 69مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن به ژان پیر لئو بازیگر فیلم‌های پنجگانه فرانسا تروفو که به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های موج نو سینمای فرانسه شناخته می‌شود اعطا شد. محمد رضا کلانی، کن.